اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار رو نشه. ایران سرزمین ماست. ما از یک آب و هوا که سراسر فرسود هوای وطن از چه بیتابانه میخواهم ات ای گوریتاز بد خدا همه رگتت باکن من با هوا و عطر شما زنده بودم، در خیش گریه بر لبتان خنده بودم، تنها تر از سکوت، جوشان تر از ترانه خورشید میهنم، هر بار با شما سنگ صبور هر شبه من امیدوار رویت آینده بودم. بر موج جعبه های صدا یا تصویر خط من و شما در نقطه تلاقی احساس و آشتی با هم یکی شدند. زین رو این سالهای سال از شور آشتی آکنده بودم. من با هوا و عطر شما زنده بودم، همراه با شما در سوگ سرفرازترین سرو میهنم، سرباز عاشقی که خط خونش در زیر آفتاب جنوبم تک بیت نانوشته فردوسی است آواز خواندم. همراه با شما رویای خانه پدری را تصویر کردم و عهد بستم همراه با شما شمشیر مرگ باشم بر گردن تمامی آنها که عشق را در سوق ننگ و رنگ رها کردند. همراه با شما در کوچه های گم شده ایران در جستجوی نور و رهایی هم کاروان شدم. آن شب که جلوه های سفر رنگ خواب داشت، آن شب که گزمگان در جستجوی مادوس عاشق با کیسه های نفرت خود در کوچه باغ های سفر گشتند، همراه با شما زخم هزار خنجر بر پشت، داغ هزار عاشق بر دل در بستر شبانه تبعیدی پاینده بودم. من با هوا و عطر شما زنده بودم، دور از شما ولی خوابی گران مرا آزار می دهد و چشمه سرودم می خوش کرد. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه هفتم مهر ماه 29 ماه اکتبر به شما سلام می کنم. اکتبر هم در حال رفتن است. بله، هفتم مهر ماه، هفت روز بچه های جدید میرن مدرسه. روز اول مهر با بغض، با بعضی ها با افسردگی، بعضی ها با شادی برای نخستین بار به مدرسه رفتن. توی خونه نه از شوق مدرسه خبریه، نه از شوق فریاد کودکان. میدونی خونه کی؟ خونه همه اونهایی که عزیزشون در زندان سید علی آقای نایب امام زمان. انسان وقتی بررسی میکنه اوضاع جمهوری ولایت فقیه رو، وقتی آدمها رو بررسی میکنه، باورش میشه که اینها از جنس آدم نیستن. در عرفان ایرانی با چه لطافتی به شیطان حتی نگاه میکنن. داستان مولانا رو، اون مناظره‌ای که شیطان با معاویه داره، لابد خوندید و شنیدید. چقدر زیباست وقتی شیطان صحبت از عشق میکنه. آقا اولان کس که خریدار شدش من بودم، چی داری میگی؟
من در وجود اون حل شده بودم. عشق این نگاه به ابلیسی که صبح تا شب اینا میگن شیطان بزرگ و کوچک. اون وقت در جمهوری ولایت فقیه محمد جواد لاریجانی، پسر مرحوم آملی، پدر اینا بسیار آدم خوبی بود. من پدرشون رو دیده بودم، از ملاهای طناز بود، یعنی این آدم یه دقیقه نمیشد بنشینه و جوک نگه. نکته ها و ظرافت های جالب، بعدم همه رو دست میداخت. همینجوری میشست نگاه میکرد، سید عرفان مثلا داشت روزه میخوند یا اون یکی اونجا قوامزاده اون طرف بود، همینجوری دقیق میشد نگاه میکرد، حاج افتخار مخصوصا نگاه میکرد و یه دفعه یه چیزی میگفت. ملا بود، توی نجف هم که بود به هر حال اعتباری داشت، حرمتی داشت. ولی جالب این در میان بچه هاش، این علیشون، علی آقا که رئیس مدرسه، این یه مقدار متفاوته با بقیه، ولی چاقوکش و لاتشون کسیست که نابغه فیزیکه و آدمی که در عرصه فیزیک دارای دکتراست. انجمن فیزیک ایران درست کرد، در دانشگاه صنعتی یکی از برجسته ترین اساتید بود، اما لات چاقوکش، حرف زدنش آدمو به یاد چاله میدان میندازه. مدل نگاهش، اون وقت این آدم مسئول حقوق بشر و معاون بین المللی عقبیشون، رئیس قوه قضاییه صادق خان مولا نصرالدین است، آقای محمد جواد خان دیپلمات هست، کارشناس هست، عاشق آمریکا هست، حالا فوشم میده باور نکنید، از سرسپردگان دیر و دور است. آقای خمینی هم به همین دلیل از وزارت خارجه انداختش بیرون و دیگه هم شغلی در عرصه دیپلماسی بهش ندادن، در حالی که از نظر دانش حداقل بالاتر از همه ایناست. این آدم مسئول حقوق بشر میشه، این آدم پا میشه میاد در ژنو تو جلسات شرکت میکنه. کی وردستش بود؟ سعید مرتضوی، محسنی اژه‌ای. گفت حضرات و اوباش باید جمعشون جمع باشه دیگه، جور باشه با. اون وقت در مقابل این آدم شما یه فردی رو دارید به نام احمد شهید، یه آدم برجسته، یه دیپلمات ارزنده که وزیر خارجه کشورش بوده، یه آدمی که با درایت، من ملاقاتش کردم، دیدم، باش حرف زدم، یه آدمی که بدون حب و بغض گزارشی درباره حقوق بشر ایران داده، شرم‌آور برای رژیم جمهوری اسلامی. یعنی واقعا آقای خامنه‌ای نباید خوابش ببره. این گزارش رو یه دشمن ننوشته، یه آدم خیلی فیر، یه آدمی که عادلانه و با بی‌طرفی کارنامه جمهوری اسلامی رو قضاوت کرده، نیامده هرچی مجاهدین بهش میگن بگه، مثل بعضی از این سناتورهای آمریکایی یا نمایندگان مجلس. یکیشون یه روز باهاش صحبت کردم، گفتم آقا شما چجوری از مجاهدین اینجوری حمایت میکنید؟ میدونید مجاهدین چه کردن چه کردن؟ اینو گفت نه، من فقط فکر کردم اینا لیبرالن و دموکراسی میخوان. گفتم دموکراسیشون همینجور که از اینجای رئیس جمهور، اونم همسر رهبرشون رو گفتن این رئیس جمهور آینده ایران. کاری ندارم، آقای احمد شهید همه رو شنیده. اون مجاهد درد کشیده ایرم که در چنگ رژیم جمهوری ولایت فقیه شکنجه شده، اونم شنیده. اون فدایی رم شنیده. اون لیبرال و اون دموکراسی خواه، اون مشروط خواه رم شنیده. و در چارچوب شواهد بیانه اومده و گزارش رو نوشته. واقعا جمهوری اسلامی باید سرش رو رهبرانش به سنگ بزنن، احمد جنتی باید صبح تا شب سرش رو به سنگ بزنه. این احمد شهید با شرفه، در دنیا مورد احترام و اعتبار است. در مقابلش محمد جواد لاریجانی میاد در تلویزیون و فکر کنید ریحانه رو کشتن، قتل عمد، قتلی که تمام سران جمهوری اسلامی از رهبر تا رئیس قوه قضاییه تا احمد جنتی تا مصباحی همشون در این جنایت بزرگ شریکن
و همشون این جنایت رو مجازات خواهند شد. حالا مجازاتی نیست که آدم بره مثل صدام تناب دار بنزه گردنش، نه، همون زندگی سگی که اینا دارن. فکر نکنید اینا زندگی دارن. شما فکر کنید سعید مرتضوی زندگی داره؟ احمد جنتی زندگی داره؟ آدمی که پسرش ننگ داشته باشه بگه من پدرم احمد جنتیه، برای همین پسرارم دارن استیزاه میکنن. دوباره جمع شدن و حمید رسایی از بچه های مصباح یزدی میخواد با یه مجموعه ایشون رو استیزاه کنه، ولی خوش آمد ازش. علی جنتی برگشت گفت ما یه مسئولیت هایی داریم انجام میدیم، آقای روحانی هم جلومونه، کسی هم نمیتونه بر ما تعیین تکلیف کنه. چون حالا مجلس اومده فیلم ها رو هم تعیین میکنه، فیلم هایی که جواز دارن بعد آقای رسایی اجازه بده نمایش داده بشن یا نه. باری بریم بشنویم ببینیم این انسان باشرف که من نمیدونم مرحوم آقای آملی، میرزای آملی چجوری صاحب یه همچی فرزندی شده. گوش بدیم ببینیم درباره ریحانه چه میگوید. الان اتفاقی که حادثه دلخراشی که در اصفهان افتاد، موضوع بحث اسید پاشی و اینها مطرح شد، من دیدم که رسانه‌های غربی و حتی جاهای مختلف این رو هم به موضوع حقوق بشر و اینها گره میزنن، یعنی هر چیزی رو دستمایه قرار میدن بلکه بتوانند یک تصویرسازی دروغین از جمهوری اسلامی ارائه بدن. این رو در واقع جمهوری اسلامی چگونه استدلال میکنه؟ به نظرم این موج میگذره، به اساس یک جنایت هست بسیار هولناک. البته نه اولین جنایت هست در ایران و جهان و متاسفانه شاید آخرین جنایت در کل جهان نباشه، مشابه این همیشه بوده و ما با این جنایت و قدرت برخورد میکنیم قطع نظر از حرف اونا. اما مطمئنم دستگاه امنیتی ما و قضای ما ریشه این جنایت رو برمی‌دارن. اما میزان تبلیغاتی که به این قضیه شده، این تبلیغات گاهی تو ذهن من این خلجان رو میاره که نکنه که اصلا خود این قضیه آلوده باشن بعضی از کشورها در این قضیه. البته اگه دستونها باشه اون دستها رو هم قطع میکنیم ما، اینجور نیست که اونا بتونن در این دستها دسترازی کنن، ولی این شایبه وجود داره. اونها برای رسیدن اینها، در شما در جریان فتنه 88 دیدید که در تهران چه کردن. یه دختر بیچاره ندا آقا سلطان رو اونجوری در خیابون کشتن، ازش عکس گرفتن. قاتل در انگلیس الان شق شق را میره، کسی بهش کار نداره. و بعد اون همه جفسازی علیه ایران شد، خب چی شد؟ یا نمونه های دیگر اینا برای سن به اغراضشون هیچ جنایتی دریغ ندارن. منطقه اینم از اون گذشته این رو خمیرمایه درست کردن برای تهاجم به اسلام، اونم به یک حکم بسیار نورانی در اسلام که امر معروف و نهی از منکره، اونم در آستانه به اصطلاح محرم و دهه عاشورا که اصلا این قیام امر معروف و نهی از منکره. حالا من طرفدار تئوری توطئه و کانسپیرسی تئوری نیستم، منتها گاهی تو ذهن آدم میاد نکنه اینا با هم یه ربطی هم داشته باشه. بله ملاحظه فرمودید، یعنی تمام اینا توته است و یک غربیا. حالا من فکر کردم این یه جاش راجع به ریحانه صحبت میکنه، ولی نکن. و حالا اگه اون قسمت ریحانش هم لطفا پخش کنید، چون راجع به اون حرف زدم و این اسید پاشی رو که مبادا اونها، شما کردید این کارو. حرفای امام جمعه اصفهان یادمون نرفته، حرفای آقای مصباح یزدی یادمون نرفته، تذکرات حضرت رهبر یادمون نرفته، اظهارات اخوی شما یادمون نرفته، مجلستون آقای رسایی و امثال هم آقای کوچک‌زاده جلو افتادن که این آمران امر به معروف و ناهیان از منکر رو جایزن بهشون بدن که برن تو خیابون به صورت زنان ایرانی اسید بپاشن. بود گفتم یه کارتون فوشمندانه در مطبوعات ایران بود که حاج آقا آخونده داشت رد میشد، یه آدمی هم یه بطری دستش بود شبیه بطری عرب، حاج آقا میگفت ای داد بیداد مشتی تو هم رفتی این کارک شدی، رفتی چیکار کردی، داریم حرام فعل حرام میکنی. گفت نه حاج آقا اسیده. گفت تقبل الله. این ضد فرهنگی که آقای ایشون برمیگرده
به عنوان حکم درخشان اسلام قصاص منظورشه و نهی از منکر، امر به معروف نهی از منکر ستایشگر اون میشه. اگر اسلامی که تو میگی و بهش اعتقاد داری واقعی بود، تو مسلمون بودی، چند دفعه باید دست تو رو به جرم دزدی قطع میکرد؟ چند نوبت به جرم دروغ گفتن و تهمت زدن و افترا بستن چند نوبت باید تو قصاص میشدی، مجازات میشدی؟ قانون ضد بشری قصاصه. انسان نمیاد یه آدم دیگر رو کور کنه برای که مثلا در یه نزاع یکی رو کور کرده، کار زشتی کرده، جنایت کرده، بابت این جنایتی که انجام داده باید مجازات بشه، اما مجازاتش این نیست که تو بری چشمشو اسید بپاشی و کورش کنی. نه، یک عمر باید زجر بکشه به خاطر جنایتی که انجام داده، ولی نه با کور کردنش. حیف حیف که دادگستری نوین ما رو که مرحوم داور پایه گذاشت، همین امثال لاریجانی ها و امثال اینها اومدن تبدیل به همین دکانی کردن که مشاهده میکنیم. یه وکیلی برای من میگفت شما باورتون نمیشه، قاضی که اونجا نشسته و داره قضاوت میکنه درباره زندگی آدم ها، درباره هستیشون، درباره خانواده شون، این آدم یک موجود فاسد به معنای واقعی است، دلال داره، میان پشت سر میگن آقا حاج آقا در کار خیرن، شما اگر یک 100 میلیون تومانی بیارید شرایط مخففه نصیب عزیزتون میشه و به جای اعدام حبس ابد میدن، بعدم میشه 10 سال و 15 سال و 7-8 ساله میاد بیرون. در مورد یک قاچاقچی بزرگ در اصفهان این کارو کرده بود. ببینیم حالا ایشون راجبه چه میگوید، راجبه انسان بیگناهی که به اسم قانون قصاص کشتنش. قصاص اتفاقا یک حکم بسیار عجیب از لحاظ پیچیدگی و آثار اجتماعی در اسلام هست. قصاص حق خصوصیه، حق دولت نیست، حق حاکمیت نیست. ما در سیستم قضایی وقتی کسی مرتکب قتل بشه او رو بررسی میکنیم، اولیای دم مشخص میشه، اگر قصاص بشه قاضی حکم میکنه باید قصاص بشه، ولی هم شارع خواسته که عفو بشه و همین که سیستم قضایی دوست داره عفو بشه، بلذا بخش اجرای حکم تلاش میکنه. همین مورد اخیری که قصاصش ریحان جباری هست، شما میدونید که این خب متهم به قتل، ما در سیستم قضایی دوست نداریم کسی متهم باشه، او قضاوت میکنه، متهم به قتل شد و تمام مراحل دادگاهی خودشو با دقت طی 7 سال، نه یک روز درست، 7 سال طی کرد. همیشه وکیل داشت در دادگاه ها رفتن، چندین قاضی احکامش رو دیدن، رفت دیوان عالی تایید شد و نهایتا در تمام بعد از اثبات مجرمیتش در دادگاه تلاش قوه قضاییه برگرفتن رضایت از او بود. دکتر همینجا چرا مثلا یک فردی مثل ریحان جباری یه حکم عادیه میره قاضی رسیدگی میکنه میره دیوان عالی، بعد رأی شکسته بشه برگرده مجددا یه قاضی دیگری بدوی همینجور میره تا در مدت 7 سال این بر اساس مستندات و روند قضایی ایشون محکوم میشه؟ چرا این اینقدر سر و صدا میکنه در صورتی که ده ها مورد مثل این موضوع در هم کشورهای پیرامونی هم سایر جاها وجود داره و اصلا کسی به اون موضوعات کار نداره؟ دلیلش قصاصه. حکم بسیار موجه و نورانی قرآنه، در هیچ دشمنی با قرآنه. ببینید شما موضع‌گیری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دولت آمریکا رو ببینید، میگه که ما معتقد هستیم که گذشته از اینکه اعدام بده، الله کشور خودشون هم که دارن، معتقد هستیم که این محکوم در زندان مورد شکنجه قرار گرفته، دادگاهش عادلانه نبود. سخنگوی دولت آلمان گفته که ما به شدت نگرانیم که به طور شکنجه های سیستماتیک قرار گرفته. خب آخه چرا یک حکومتی بیاد
این دختر بچه رو شکنجه کنه؟ مگه ما دوست داریم که این قصاص بشه؟ ما... بله، چون حکومت شما شکنجه‌گره، چون شما بیمار روانی و بیمار جنسی هستید، چون شما از آزار یک زن لذت میبرید. اگر یک زن جوان باشه لذت میبرید وقتی شکنجه بدید. نمونه هاشو داریم. ندیمه بانوی اول کشور، خانم خجسته همسر آقای خامنه‌ای، ندیمش همسر سعید امام، خانم دوری نوگرانی، حرف هایی که در زیر شکنجه به او میزنن آیا نشانه بیماری جنسی جواد آزاده نیست؟ چرا اون بانو رو شکنجه دادید؟ او که آدمی نکشته بود، یک زن مؤمنه و مقدسه بود که حتی وقتی دختر جوانی بود تو آمریکا حجاب داشت. چرا اون این شکنجه، چرا این حرفا رو بهش میزدید؟ مگه شما اونجا خود آقای خامنه‌ای مگه اینا رو ندیده؟ مگه همتون آقای لاریجانی مگه مشاهده نکردن؟ خب چرا اون زن رو شکنجه دادید؟ بعد با وقاحت میگه ندا آقا سلطان و قاتلش تو انگلیس داره راه میره. شما بدید انسان به چه درجه از دناعت و مفلوکی برسه برای مقام، برای بقای خودش. من واقعا وقتی اینا رو مقایسه میکنم با رجال عصر قبل از انقلاب، خدایا میگم مجسمه اونها رو باید همه رو از طلا گرفت. یک آدم که شرافت و وجدانش رو مثل اینها فروخته باشه پیدا نمیشد. بدترین شکنجهگر ساواک از بهترین اینا بهتر بود، چون تایدلش باز یه ترحمی داشت. انسانی که با این وقاحت در یک مقام رسمی در برابر تلویزیون می نشینه و میگه که ندا آقا سلطان رو بله انگلیس کشتن، الان قاتلش تو انگلیس را میره. قانون زیبا، قانون عالی قصاص. دولت آمریکا با قرآن بده که این حرفا رو میزنه و خود این لاریجانی میدونه قرآن و اسلام در آمریکا از ایران بیشتر احترام داره. کاخ سفید افطاری که میده، همین نمایندگان، این برادران قزاوله و پدر و جد و همشون شرکت میکنه از نوکران جمهوری ولایت فقیه، و ادعا میکنن که اونجا در همین بریتانیا بسیار اسلام عزیزتره و اگر عمل کرده اسلام ناب انقلابی محمدی ولایی و سلفی بن لادنی و ابوبکر بغدادی نبود، مطمئن باشید اسلام امروز خیلی اعتبارش بالاتر. این شما هستید که آبروی اسلام رو میبرید. ریحانه رو اعدام میکنید، 7 سال این آدم رو شکنجه میدید. چرا تشکیک کردید؟ چرا دادگاهاتون حکم رو نقض کردن؟ دلیل بر این بود که این دختر بیگناه بود. وصیتش رو که به خواهرش میده دیروز شنیدید. یه آدم گناهکار اون حرفا رو میزنه در حالی که میدونه اعدامش دارن میکنه، دیگه کاری نمونده. این آقای لاریجانی، میگم اینها واقعا تباه شدن، یعنی اینا رو دیگه نباید، واقعا این تباه شدن اینها نباید روشون حرفی زد. دیروز پریروز آقای حسن نصرالله دبیر کل حزب الله، یکی از نوکران و سرسپردگان جمهوری ولایت فقیه، اولاد حرامزاده‌ای که علی اکبر محتشمی پور از شکم جنبش عمل آوردش بیرون به طریقه سزاری، یعنی حزب الله، و ایشون هم دبیر کلشن، ایشون سخنرانی می‌فرمودن و در سخنرانیشون اظهاراتی کردن. بله، چون الان همه لبنان بلند شده علیه حزب الله به خاطر مداخلش در سوریه، باعث شده سنی‌ها هم از اون ور تندروهای سنی بیان و الان تو ترابلس چه درگیری از دومی شهر لبنان، ارتش داره می‌جنگه و در مناطق مرزی هم دیدید که بعضی از نظامیان لبنانی رو اسیر گرفته جبهه نصرت. ایشون سخنرانی میکردن و بعد گفتن بله این مدارس سنی و اینا که سعودی ها پولشو میدن اینا رو باید بسته بشه. بسیار فکر خوبیه، در صورتی که مدارسی هم که جمهوری ولایت فقیه پولشو میده اونم بسته بشه، برای اینکه اگر یک نوع قضاوت عادلانه آدم داشته باشه، اصولا سلفیت در معنای شیعه و سنیش باید برچیده بشه و
و درود به مصری ها، درود به جامعه الازهر. شیخ ازهر واقعا یک مرد شخصیت روشن فکر، میبینم یاد امام موسی صدر میفتم. چقدر مثلا این دو در کنار هم میتونستن نماد اسلام رحمانی باشن، چقدر زیبا میشد. مرحوم آیت الله محمد تقی قمی نماینده مرحوم آقای بروجردی در سال 1956 رفت به قاهره. اون وقت هنوز ما روابطمون با مصر برقرار بود. رفت و پیام آقای بروجردی رو به شیخ محمود شلتوت داد که امام ازهر بود، و شیخ شلتوت اون فتوای معروف رو صادر کرد که مذهب شیعه نیست، مذهب رسمی است، و همینطور اسماعیلی و ابازر هم اضافه کرد و زیدی ها رو، و گفت باید در مکه رکنی داشته باشن، چون چهار رکن یا ارکان اربعه در اختیار مذاهب اهل سنت بود، چهار مذهب اهل سنت، مالکی و حنفی و انسی و بله، و در اختیار اونا بود، در اختیار چهار مذهب اهل سنت. در واقع مرحوم امام تقی قمی که الان فرزندش محمود خان در قاهره هست و هنوز اون پرچم دارالتقویم واقعی، نه اینکه آقای خامنه‌ای درست کرد با واعظ‌زاده خراسانی و بعد شیخ ابوالمشاغل رو بزنن سرش، این آقای تسخیری، از این تسخیری چه بگویم، او و برادرانش. در هر حال اون نماد تسامح و اسلام رحمانی بود. ولی شیخ حسن نصرالله نماد چیست؟ کشتن مردم سوریه، کشتن رفیق حریری، کشتن جورج هاوی، کشتن شخصیت‌های برجسته لبنانی. درنگ کوتاهی می‌کنیم و باز می‌گردیم و ادامه می‌دیم صحبتمون. ای ساقی گل رو بیاور
تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی‌ارزد، رقیبم سرزنش ها کرد از این باب رو درود بگم به مجید درخشانی و این گنوه که عجب کار قشنگیه. بی‌نظیر بود و وقت فکر کنید بانوان ایرانی تو این شرایط تلخ و سنگین این هنر را عرضه میکنن، اون وقت بعد یکشونو به دار بکشن پیکرش در باد رقصان بشه. واقعا تو شعرم گفته بودم شرم به در تک تک ما در میزنه. احمد شهید رو خیلی حرمتم براش بیشتر شد، فوق‌العاده بود، یعنی گزارشی که داده بود یک گزارش ارزشمند از وضع حقوق بشر در ایران درباره اقلیت ها درباره اقوام. فکر کنید این حادثه ای که تو بلوچستان اتفاق افتاد این خیالشون، بله شناختیم طرف و متهم نمیدونه کسی در اون مملکت، اونا ادعا میکنن، یکیشون میگو ادعا میکنن که همه چی رو میدونن، مگس میپره خبر داره، ولی اون وقت میان مواد آلوده میریزن توی جوی آب توی فاضلاب، بعد عده نوجوان عده محصل مسموم میشن، این خیالشون هم نیست. هرچه باز از انتخابات تونس بگم کم گفتم، چقدر زیباست یه جامعه ای که خود رو شناخته، یه جامعه ای که قدر اون بنیان گذارش رو میدونه. ما با رضا شاه چیکار کردیم؟ قبرش رو خراب کردیم. ولی در تونس شما وقتی میرید در مانستر مقبره حبیب بورقیبه با حرمت در اونجاست، نرفتن انقلابیون خلخالی تونس نرفت خرابش کنه بولدوزر بذاره. ولی امروز زنان تونسی رو میبینید پا به پای مردان برای آینده‌ای که اسلام ناب انقلابی محمدی تکلیف اونجا تعیین نمی‌کنه. دموکراسی، حقوق بشر، تمام جهان تونس رو ستودن، حتی اسلامی‌هاشون رو، حتی آقای قنوشی رو، چون با چه بزرگمنشی شکست رو قبول کرد. این خیلی مهمه. حالا اینا نماینده نمیدونم چی بگم اسمش، نماینده یالقوزآباد اولیا وقتی که تو انتخابات شکست میخوره میره حریفش رو مثلا میگه این حریف من فلان بود، یا اونی که برنده میشه بله جزو پیروان ناب ولی فقیه بود به همین دلیل مردم انتخابش کردن. همه شما تحمل نداریم، طاقت مخالفمون رو نداریم، زود نسبت بهش میدیم، وابسته به غرب و شرق و آمریکا و اسرائیل و غیره. داشتم حرفای آقای خامنه‌ای رو گوش میکردم، از رو کاغذ میخوند، یعنی معلومه دیگه اون حافظم رفته. فقط در یه مورد رکیکترین جملات رو از زبان یه رهبر ادا میکرد. آقا مخالفی با اسرائیل؟ بگو این کشور حقوق. همین روز بنده میخواستم بگم آقای نتانیاهو حرفایی زد که تهوع برانگیز بود نسبت به ابو مازن. برگشت که آره این تروریسته، اگه تروریسته چطور به عنوان شریک صلح تو میاد میشینه با حرف میزنه؟ غیر از او کیو داری آقای نتانیاهو؟ اما آقای نتانیاهو دولت اسرائیل، چون در اون دولت یوسی بیلین هم هست، در اون دولت آدمهای آزاده هم هستن، شیمون پرز هم هست، ولی آقای خامنه‌ای مدلی که حرف میزنه، مدلی که راجع به امریکا حرف میزنه، اینا نشان دهنده نقص شخصیته، نشان دهنده اینه که آدم حرف نداره بزنه، فوش میده، زورش به یکی نمیرسه، ناسزا میگه، این برای زاینده رود وامیسه فوش میده. در هر حال اوکراین هم که خب براتون گفتم انتخاباتش واقعا خوشحال کننده است، چون بالاخره اون موج متمایل به اروپا برنده شد، حالا دولتی رو تشکیل میده و روسا هم به مرور
در خواهند یافت که بازی رو میبازند. در دراز مدت روسیه نمیتواند شبه جزیره کریمه را از بل بگذراند. همین وضع جمهوری ولایت فقیه در یمن داره. از روزی که حوثی‌ها اومدن وارد صنعا شدند تا امروز بیش از 1000 تن کشته دادن. همین جوانای بیچاره که قاد تو لپشون مسلسل دستشون فکر میکنن دنیا رو گرفتن. قشنگ برنامه رو ستاپ کردن. جنگ شیعه و سنی، حوثی و القاعده و قبایل سنی یمن، جنوب یمن هم آقای علی سالم البیض در آرزوی ریاست جمهوری کمونیستی که در بیروت ختنه اسلامیش کردن توسط حسن نصرالله. بله، اون گفتش که آدم وقتی حسن نصرالله رو میبینه مرتبم ختنه اسلامی میکنه. بله، و حوثی های یمن روز به روز دارن بیشتر میبازن. 130 نفر دیروز کشته دادن غیر از اون انفجار پریروز. و در صنعا رئیس جمهوری الان دولت تشکیل داده، سهمی هم به اینا داده، اون آدمایی توشون که تحصیل کردن که در دولت باشن. دبه در آورد آقای عبدالملک حوثی، چون بازی دست خودش نیست. قاسم سلیمانی، اصغر حجازی دستور بهش میدن، آقای علوی دستور میده، رئیس جمهوری دعوت کرد. آقا شما، اینم جلسه بود که شورای عالی امنیت ملیشون تشکیل داد، نخست وزیر است، رئیس پارلمان هست، وزیر کشور است، آدمایی که در یمن آدمای موثریه. و این رئیس جمهور هم بیچاره نظامی بوده ولی بسیار آدم صلح طلبی است. این لقمه خیلی بزرگه. تیغی که در این لقمه هست گلوت و آقای نایب امام زمان خواهد آزرد، اینو یادت باشه. خب آقای هاشمی رفسنجانی وقتی مشاهده کرد که احمد خاتمی اومده داره زیر علم محمود هاشمی عراقی که لقب شاهرودی رو بعدن بهش دادن سینه میزنه، گفته تلویحا که بله چرا نه، برای ریاست خبرگان. یه چیزی راجع به شاهرودی براتون بگم که کاملا قبلا هم اشاراتی بهش داشتم. این محمود هاشمی شاهرودی پدرش یه بقالی داشت در نجف. پدر همسرش، خب شاهرودی بزرگ بود، مرجعی بود، و پدر بزرگش هم آخوند بود ولی پدرش نه. متا پدرش تو دستگاه پدر همسرش، چون آدم امینی بود، اموال دستش بود. و این آقای سید محمود خان، ایشون اصلا به عنوان یک عراقی وارد ایران شد، نه به عنوان یک ایرانی. نمونه شما نگاه بکنید، وقتی مجلس اعلای انقلاب اسلامی درست شد، ایشون رئیس مجلس اعلا شد و آقای مرحوم محمد باقر حکیم سخنگو. بعد آقای خمینی گفتن اینا جاهاشون رو با هم عوض کنن، چون آقای هاشمی بهتر حرف میزنه، فارسی هم بلده بهتر. آقای حکیم هم بلد بود ولی اولش فارسیش مشکل اساسی داشت. آقای هاشمی اومد شد سخنگو و آقای حکیم شد رئیس. در همه جا ایشون کیهان عربی رو اگه نگاه کنید، صفحه اولش عکس ایشون رو گذاشته، سماحت از سید محمود، اصلا صحبت از شاه محمود الهاشمی النجفی ولیس شاهرودی، نه شاهرودی، النجفی. و ایشون در اون تشکیلاتی که درست کرده بودن، حکومت اسلامی که برای عراق درست کرده بودن، این حضرت آقای محمود هاشمی شاهرودی شده بود بعدن نخست وزیر، آقای حکیم رئیس جمهور. خب این آدم چی داره، چه ایرانی هست که ایشون بیاد در ایران بشه رئیس خبرگان یا در ایران بشه رهبر؟ یعنی واقعا ما مردم باید غیرتمون، اگر یک عرب ایرانی بود روی چشم، عرب ایرانی بود، فردا اگر رفیق بنده حسین اهوازی یا رمضان یا دوستان دیگرم بیا نامزد نمایندگی مجلس بشن، من میرم بهشون رأی میدم، چون میدونم ایرانی خالصن، عرب ایرانی هن. عدنان قریفی بیاد بشه در ایران وزیر ارشاد، براش سینه میزنم، چون میدونم چه شخصیت با فرهنگ و با ارزش. خب این فرق، این تفاوت بسیار داره. تا اینکه این آدم عراقیه،
میل و عشقش اونوره، الانم داره برای مرجعیت اونجا تلاش میکنه. بعد فراتر از همه اینا بگیم ما انقدر بلند نظریم، کاری به این چیزا نداریم. آقای خمینی جلال الدین فارسی رو که پدرش در افغانستان و مادرش در افغانستان بودن و افغانی بودند، بعد از اینکه شیخ علی تهرانی سوابقش رو برملا کرد، گفت بندازن بیرون از نامزدهای ریاست جمهوری و الا او جای بنی صدر می‌خواستن رئیس جمهوریش کنن، یعنی حزب جمهوری اسلامی. به همین دلیل هم هول شدن رفتن حسن حبیبی رو آوردن، آدمی که نه پرنسیبی نسبت به زنده یاد دکتر مصدق داشت، نه جبهه ملی، نه نهضت آزادی، کدویی بود که هر جا در هر مجلسی قلش میدادن میرفت، چون جلال‌الدین فارسی آقای خمینی نگذاشت. حالا فکر کنیم خمینی زنده بود، برای اینایی که طرفدارشان، من که از ابتدا سید روح‌الله مصطفوی رو مخرب بزرگ ایران میدونم، ولی اونایی که طرفدارشان، آیا خمینی میذاشت سید محمود هاشمی رئیس خبرگان بشه؟ نمیذاشت، به خصوص که خمینی دشمنی کینه ذاتی داشت نسبت به علمای نجف، دشمنی که با آقای خویی داشت اصلا آشکار میکرد، نمیتونست. مرحوم آقای سید محمد روحانی، روحانی برجسته، چون در نجف اعتبار و احترام داشت و بعد اومد ایران، آقای خمینی باش خوب نبود. خب حالا چون آقای خامنه ای ایشون براش رساله علمیه نوشته، آقای خامنه ای رو مرجع کرده، نظر لطف ویژه دارن، اما امیدشون هم اینه ایشون اگه رئیس خبرگان باشه ممکنه آینده مجتبی رو تامین کنه. نه، مردم ایران شعار دادن هرگز آقای مجتبی خان رهبری رو نخواهید دید. و امروز محمود هاشمی که لقب شاهرودی برای خودش گذاشت و برای شناسنامه جعل کردن، به این معنا که خیلی جالب بوده که از این بچه های باهوش وزارت خارجه این برای این ورده شدن شناسنامه از کنسولگری صادر کردن کربلا، فرستاده بودن، ولی یادشون رفته بود که اون زمانی که شناسنامه ایشون صادر شده سرکنسول مرحوم بهنام برداشته بودن، یه اسم جعلی نوشته بودن، مچش اونجا گرفته شد. به هر حال کاری نداریم. آقای رفسنجانی برگشته که تلویحاً که بله خب حالا که احمد خاتمی به قول معروف حجت الاسلام رئیس الاوباش، ایشون اومده و آقای هاشمی رو انداخته، شاهرودی رو انداخته جلو، چرا من که هاشمی اصلی هم چرا من نیام؟ منی که اهل بهرمانم، بالاخره ایرانی هم، مال از اهالی ولایت کرمانم، من چرا نیام جلو؟ اینی که افتای جلو. یه کار دیگر هم رفسنجانی کرد. اینا سر و صدای زیادی را انداختن راجبه این شیخ نمر، باقر نمر النمر، که براتون گفتم یکی از این ملاهای سعودی که سر بعد از انقلاب اومد ایران، نوکر اینا شد، آموزش نظامی دید، پول و پلم در اختیارش گذاشتن، برو جوونا رو فریب بده بیان اینجا، ما یادشون بدیم ترور و اسلحه و غیره که برن کشورشون آشور را بندازن. لطمه‌ای که جمهوری اسلامی به شیعه های منطقه زده بی حساب کتاب. فکر کنید جمعیت وفاق در بحرین، آقای علی سلمان وارد بازی سیاسی شد، 18 تا نماینده در پارلمانی که 40 تا نماینده داره داد، نایب رئیس مجلس شد، وزرای شیعه رفتن تو کابینه، شیعیان وضعشون خوب شد، در همه جا تبعیض برداشته شد، اما جمهوری ولایت فقیه تحریک کرد از طریق این آخوندهایی که اونجا داره، آشوب به پا کردن، تو خیابون پلیس رو کشتن، همون کارهایی که تو تهران هم شاهدش بودی، نوکراشون کردن. در نتیجه امروز دیدم جمعیت وفاق رو محروم کردن از مشارکت در انتخابات. البته افراد عضو جمعیت وفاق میتونن به عنوان اندیویژوال در انتخابات شرکت کنن، امیدوارم مقامات بحرینی بدونن عملکرد یه عده محدود رو به حساب جمع نباید بگذارن. شیعیان حقوقی دارن، باید این حقوق بهشون داده بشه مثل بقیه آحاد ملت. و این به نظر من خیلی مسئله مهمی. هاشمی اومده نامه‌ای نوشته به پادشاه سعودی که خب این ارتباطی که اینا با هم داشتن
تقاضا کرده که نمر نمر که محکوم به اعدام شده مورد عفو قرار بگیره. من به شما قبلا هم گفته بودم این حکم اجرا نمیشه، اعدام سیاسی در سعودی انجام نمیشه. حتی این افرادی که با القاعده بودن، با داعش بودن، اینا رو که میگیرن میفرستن به اون کمپ بازآموزی، آدم قاچاقچی رو میکشن. یک ذره رحم ندارن نسبت. کسی که مواد مخدر وارد کنه بخواد جوونا رو نابود کنه باش نیستن، اما اعدام سیاسی نمیکنه. این مرسوم نیست. طرف رو نگر میدارن و زندان میمونه مدتی یا غیره. و بعدم حسن الصفار که شیخ اصلی شیعیان سعودی است، رابطه نزدیکی با دولت داره و مرتب در آمد و شده میاد. در همین مراسم حج اخیر دیدم که خودش مریض بوده نتونسته بیاد، نزدیکانش رو فرستاده. منظورم اینه که او هست که در این جور موارد بره مشورتی بده. بعد توی مجلس شورای سعودی هم عده از نمایندگان شیعه هستن، از اعیان و تجار و علما و غیره. ولی به هر حال هاشمی اومده همچین پیامی رو داده که به نوعی دوباره عهد مودت تجدید بشه. قبلا هم گفته بود من میرم وساطت میکنم در صورتی که همه به من کارت بلانش بدن. یعنی سید علی آقا من نمیرم خودم رو بی آبرو کنم، برگردم و وقت جناب عالی یه حرفی بزنی که من این تتم آبروم هم که دارم بی بره. اما جالب تر از این، همزمان با انتخابات خبرگان و غیره مشاهده میکنیم 11 جلسه دادگاه میم ه مهدی هاشمی بهرمانی، فرزند آقای هاشمی رفسنجانی، تشکیل میشه. این آقای علیزاده وکیلش هم از اون وکلای بامزه. نگاه کنید از دادگاه اومده بیرون و خبرنگارا میگن چه خبر. 11 جلسه رسیدگی به اتهامات اقتصادی و امنیتی میم ه امروز در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه و به صورت غیرعلنی برگزار شد. علیزاده یکی از وکلای میم ه در پایان جلسه امروز دادگاه پاسخگوی برخی سوالات خبرنگاران بود. چندمین جلسه دادگاه است؟ به کجا رسید؟ 11 جلسه است. رسیدگی ادامه داره. خب رسیدگی ادامه داره. اینو ما شنیدیم. بیشتر نمیتونیم توضیح بدیم. چون این جلسه بعد روز شنبه است. چون دادگاه غیر علنیه بیش از این ما نمیتونیم توضیح بدیم. نمیخوایم محتویات شاقش موضوع جلسه غیر علنی. خب رسیدگی به کیفر خواست دیگه. چند تا اتهامات شو تا الان رسیدگی شده؟ مواردی که حالا اینا نمیتونیم توضیح بدیم. ببینین اون چه که لازم به توضیح باشه قطعا روابط عمومی و قوه قضاییه اعلام. علیزاده طباطبایی موکل میم ه همچنین مدعی شد روند رسیدگی به اتهامات موکلش در دادسرا مناسب نبوده. در دادسرا قطعا روند مناسبی نبوده. به بازپرس که موظف دلایل له و علیه متهم رو جمع‌آوری کنه، به هیچ وجه به دلایل له متهم توجه نکرده، فقط دلایل علیه رو جمع‌آوری کرده. در دادگاه ما امیدواریم که اینجور نباشه. اینجا مثلا قاضی شما اجازه دفاعیات رو میدن کامل به موکل و یه فرایند خب قطعا دفاعیات داره انجام میده. میمه واقعا اینا میگم دیگه، در یه مملکتی که همش فریبکاری و دروغه میمه مثلا مردم نمیدونن. ما نمیدونیم مهدی هاشمی کیفرخواستش هم 2 ساعت اومد روی سایت برداشتنش، چون اسم کامل آورده بود. گفت واقعا این اطفاراشون آدم رو کشته، واقعا این قانونمندیشون و قانونمداریشون کشته ما رو. یه اشاره بکنم به کوبانی که در واقع نگاه کنید به این کردبانو که 100 تا داعشی ها رو زد تا کشته شد و این تصویرش امروز به عنوان یه قهرمان برای کردها بهش نگاه میکنه. بله. در کوبانی با رسیدن نیروهای پیشمرگه کرد موقعیتشون خیلی بهتر شده. در چند نقطه داعشی ها رو عقب راندن، اما داعش اومده با یکی از این پهپادهایی که اونجا بوده یه عکس هوایی از کوبانی گرفته. بعدم یه خبرنگار بیچاره آمریکایی که اسیرشونه
وادار کرده بیاد بگه که بله این چیزایی که آمریکا و اروپا و غیره درباره کوبا میگن دروغه، ما شهر دستمون رو نگاه کنه، خیابونا خلوت و حالا توی منطقه رفتن فیلم برداری کردن. دلم برای بیچاره خبرنگار سوخت که مجبور شده علیه کشور خودش حرف بزنه، ریشم گذاشته به این امید که شاید اینها دست از سرش بردارن آزادش کنن. بله آقای جون کانتلی نگاش کنین آمده و بله right behind me and we are ترکیه. here in the ترکیه heart of the PKK safe zone which is now controlled entirely by the Islamic State. Now for a month now the soldiers of the Islamic State have been besieging this key Kurdish city and despite continual American airstrikes which so far have میگه cost nearly بله. نصف بیلیون دلار خرج برداشته عملات آمریکایی‌ها، این مجاهدین دارن همینجوری میرن جلو. بیچاره به این قاتلان، به حیوانات میگه مجاهدین. لباس سیاه هم تنش کرده. بله. نمایش هم میده. میگه وسایل عمومی غربی که اینجا نیستن، من هیچ کدومشون نمیدم. این خبرهایی که میگه همه دروغ جعلیه که میگن مدافعان کوبانی پیشرفت کردن. نه، من اینجا که هیچ کدوم نمیدم، اینجا هم شهر آرامه، انگار نه انگار. به هر روی نشون میده که آقایون داعشی ها بلدن از تبلیغات استفاده کنن. این همتایانشون در ایرانن، این آخوندا قشنگ بلدن ایش رو بزرگ کنن، اگزجره کنن و غیر. نمیشه گفت، حجت رو باید تموم بکنم. برنامه رو قبل از پایان دادن گفتم براتون در مورد یمن که یادتونه گفتم جنگ با بوسفیانی و اون مسائلی که براتون مطرح کردم. حالا قبل از اینکه برم فقط این فیلم هم میذارم براتون و بعدش با صدای خوش رشید بهبودوفه که برنامه رو پایان میبخشم. اما قبل از اون این ویدیو این آقای روحانی رو مشاهده بفرمایید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوریزاده تا فردا. خود روایات هم معصومین به ما اینطور فرمودن که به دو دسته تقسیم میشن، نشانه های حتمی و نشانه های غیر حتمی. نشانه های غیر حتمی فراوانن، در روایات مختلف از اونها صحبت شده، اتفاقات زیست محیطی، اتفاقات مثل مثلا بالا آمدن آب رود دجله یا اتفاقات عجیب و غریبی مربوط به فضای سیاسی، حکومت هایی که اومدن یا مثلا جنبش ها و حرکت هایی که از شرق میان، گرانی، فقر و مواردی خیلی از این دست رو ببینیم. تعداد روایات در علائم غیر حتمی در روایات خیلی زیاد هست، اما پنج نشانه و پنج علامت اصطلاحا در روایات به عنوان علائم حتمی شمرده شدن. اولین اونها قیام سفیانی. سفیانی یه شخصیتی است که در واقع در کانون مخالفت و دشمنی با امام مهدی قرار میگیره و اون مخالفان و جبهه مخالفان امام مهدی علیه السلام رو در آینده و در زمان ظهور رهبری میکنه. ظاهرا از شام ظهور میکنه و در واقع حرکتش رو آغاز میکنه به عراق و در واقع به حجاز هم نزدیک میشه و بیت المقدس هم ظاهرا حضوری داره. روایات مختلف هم باید مفصل توضیح بدیم که کانون توجه اون و کانون در واقع فعالیت اون هم دشمنی با شیعیان و مؤمنین هست و در نهایت هم در مقابل امام مهدی علیه السلام میسته. این ظهور این شخصیت، این سفیانی که حالا توضیحاتی هم در رابطه با اون در روایات هست، این از مهمترین نشانه های حتمی است که در روایات برشمرده شده. نشانه دومی
Нежно мне в глаза погляди.